به نام یاد پروردگار عالمیان، با سلام و صبحتان بخیر هموطنان عزیزمان، بیننده خوب برنامه. امیدواری سلامتی، صحتمندی و تندرستی تک تک شما را داریم انشاءالله که امروز صبح را در کانون گرم خانوادهتان دور از گزند روزگار و با عالم از خوشی ها آغاز کرده باشین. و یک سلام خاص داریم بر شما دوستان عزیز ما و تنداران گل ما که خارج از افغانستان هستین. امیدواری سلامتی و سعدمندی شما را همچنان داریم. ممنون که هماره برنامه های تلویزیون تیبی چراغ را بیننده هستین. ممنون پیام های نیکتان. سعی و تلاش من هم هماره بر این است که بتانیم بهترین و زیباترین برنامه های علمی و تیبی را تقدیم شما بکنیم. و هوا هم که خیلی سرد است، مواظب خودتان باشین. وقتی بیرون از خانه میشین لباس گرم بپوشین که خدای نخواسته سرما نخورین و مریض نشین. باز هم من خالده رحیمی با اتفاق همکارانم خدمت شما حاضر شدیم و امروز هم تلاش میکنیم که یکی از زیباترین برنامه ها را تقدیم شما بکنیم. از شما هم دعوت میکنیم که تا پایان ساعت 9:30 ما را همراهی بکنین و امیدواریم آنچه را که امروز آماده کردیم مورد پسند شما واقع شود و مخصوصا در بخش صحی و طبی بتانیم به اندوخته های شما بیفزاییم. امروز صبح خواستیم برنامه را با یکی از قهرمانان ورزش کیک بوکس آغاز بکنیم، آقای نظیر احمد یوسفی. قهرمان ورزش کیک بوکس در استودیو کنار ما هستند. کپ قهرمانی، مدال ها، تحصیل نامه ها و کمربند قهرمانیشان همچنان روی میز با ما است که اگر فرصت شد یک به یک بر شما دوستان عزیز نشان میتیم. از شما دعوت میکنیم که تا پایان این بخش با ما باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما، خدمت بیننده تلویزیونتان، خدمت همه دوستان که و از همکاران عزیزتان که لطف کردن بنده عقیر فقیر اینجا دعوت کردن. خوش میکنم، خیلی خوشحال هستیم که ما شما را کنار خود داریم. خوش آمدین. از چه زمان بدین سو آقای یوسفی شما ورزش کیک بوکس آغاز کردین؟ سلامت باشین. در ابتدا ما چون همی حال و حوزای کشور که رو به بهبودی شد، نظام و وقت رفت، نظام حاضر که اینجا حضور پیدا کرد، بله، ما در ابتدا در افغانستان یکی کانفوز یاد روش داشت. ابتدا کاورت استاد رحیم یوسفی بود که چون بنیانگذار رشته کانفو است، من ابتدا علاقمند به رشته های ورزشی بودم، چون دیگر رشته های ورزشی وجود داشت اما به سطح بالا نبودن. بله. ما مدت 8 سال کانفو کار کردیم پیش استاد عارف، استاد رحیم، استاد فدا کاله. باز بعدا چون در مرور زمان علاقمندی بیشتر در بخش سبک کیک بوکسینگ شدیم. بله. و از اون مدت به بعد تا فعلا چه امی ورزش کیک بوکس پیش میبرم و چون در دیگر اشتاد ها فعلا داخل نشدیم. بسیار علی، یعنی تازه که آغاز کردین ورزش کانفو کار بله میکردین. بله بله. کدام ورزش به نظر شما جذاب تر است، ورزش کانفو یا کیک بوکس؟ خوبی های کدامش بیشتر است؟ سلامت باشین. چون ورزش هم از ابتدا خوبی داره، اگر شما دمی انمی اتاق هم در خانه تا نمی در هر جای باشین، ورزش برای صحت است نه برای خوبی ها. چون دیگر تحصیلات میتونه که انجینیر باشی، دکترا داشته باشی، یک مقدار ورزش همیشه کوشش میکنیم ما که همیشه به صحت خود فکر میکنیم. بعدن ورزش های رزمی فعلا برای شما معلوم است که روز به روز جذابیتش رشد کرده میره و علاقه مندان زیاد پیدا کرده در سطح جهان، منطقه و هر جایی که ببینین. بله. و در نظر ما ورزش کیک بوکس ورزشی است که فکر کنید که همه رشته ها قلب این ورزش است. چون در این ورزش داخل شوی میتونید که در مسابقات آزاد باشه در سطح جهان، چون رشته فراوان داره و هر کس دیدگاه خود داره که میتونه در ورزش بره و بهترین ورزش برش است. بله دقیقا، در کل همین که میگم ورزش زمین سلامتی و صحتمندی است. بله، فرق بله. نمیکنه که کدام بله. ورزش است. اگر ما در خانه هم تمرینات آزاد انجام بدیم، بله. مطمئنن که به صحت ما مفید است. دقیقا. بله.
در مدت زمانی که ورزش کردین چند مسابقه داشتین به خاطر دارین؟ بله، ما چون در ابتدا که شروع کردم از کانفوتوا در تیم منتخب شروع کردم، از نوجوانان منتخب تیم ملی، چون اون دوره یادم نیست، ما زیاد مسابقات کردیم، چون ماشاءالله. اون دوره اونقدر چی نبوده، یا مدال می دادن برای ما، تقدیرنامه بسیار بله از پیش ما گم شده زیاد بوده، تقریبا خدا گردن من اگر 15 20 مسابقه آماتور پروفشنال همونطور هر بله قسمش که آمد بسیار و خوب، انجام دادیم. بسیار عالی، بسیار خوب. اینجا یک کمربند قهرمانی هست روی میز، دوستان عزیز شما ببینین، از سال 1396 فدراسیون ورزش های رزمی. دقیقا کیره در سال 1396 به دست آوردین و نتیجه کدام زحمات شما بوده؟ بله. کدام حریفتان شکست دادین که این بله. کمربند زیبا را از آن خود در این ساختین؟ مسابقات ما در این 96 است قرار بود تیر ما در 97 گرفتیم، بله در این 96 گرفتن باز نشد، در 97 ما مسابقه دادیم. بسیار خوب. ما آمدگی در مسابقات ازبکستان پروفشنال کیک بوکسینگ بود، اونجا داشتیم، بسیار چون خوب. اونجا یک مقدار ازینش گزاف بود، چون بله بعد یک ورزشکار یک جایی که میره از پول شخصی خود مصارف کنه، بله بعضی دقیقا سازمان ها هستن مسابقات را اندازی میکنن، اما بودجه ایش باید خود ورزشکار بپردازه. بله قرار بود من از پاکستان برم، اونجا باز به با اثر که بودجه ما مقدارش پوره نمیکرد نشد. بله باز یک مسابقه در ولایت بلخ مزار شریف برگزار شد که اینجا تقدیر نامش است، استاد بسیار احمد خوب. خاکسار رئیس زون کیک بوکسنگ شمال بله این برگزار کردن، در جریان ماندن، باز ما همراه دوستا رفتیم مزار، بله مسابقات پروفشنال بود، سر کمربند همونجا فایت کردیم، نمی کمربند سر کمربند بود، امیر از ولایت بلخ از مزار شریف برگزار بود. بسیار عالی، بسیار خوب، موفق باشین همیشه. شما سلامت باشین. در جریان صحبتهایتان از سفر خارجی که به کشور بله. ازبکستان گفتین یاد کردین، یعنی تا حالا شما هیچ مسابقه خارجی نداشتین به دلیل نبود بودجه و یا امکانات کم؟ بله، ما چون همه امکانات پاسپورتی که پای ما آمده است، اما اگر ایران میشه، پاکستان، ازبکستان، چون از ما تقاضا میشه که اگر فایت میکنین بین ما مراجعه میکنیم در سازمان ها، چون سازمان های معتبر یا پایین و بالا هستن، آمدگی بله شان میگیرن، برای ما بله اطلاع میدن، باز سرخو میریم، واقعیت بودیجش بالا میباشه، چون مصارفی که ما از اینجا حرکت میکنیم بود و باش و مصارف همه خرچ خوراک ما باید مربوط خود ورزشکار باشه. بله، این دولت و نهادهای زیربط شما را همکاری نه نمیکنند خیر نه پس خیر، خاطر چون رفتن حتی و اگر برگشتتان؟ سازمان ها هم که امی مسابقه را اندازی میکنن، بله فکر کنین که 300 400 دلار از ورزشکار میگیرن، حداقل 100 200 یا 300 دلار از فی ورزشکار به منافع از اونها هم باید بره که ما را ببره، دقیقاً اینطور نمیشه که ما دقیقاً را سازماندهی بکنن از جیب خود و مصرف کنن، بله بر علاوه از این که بر ما یک امکانات برآورده بسازن، چون بعد از ورزشکار اونا بگیرم ما بریم فایت کنیم اونجا. یعنی بار بار بر شما فرصت مساعد شده که برای مسابقه به کشور خارجی برین، ولی بله چون بله بودجه نبوده، امکانات نبوده، نتانستین بله برین. پاکستان بوده، ایران بوده، ازبکستان بوده، اما امی روز روزگار از دیگه مجال نمیداد که ما بله سفر دقیقا کنیم. بازم مثل همیشه وقتی ما مهمونان در بخش ورزش می داشته باشم، قهرمانان عزیز که افتخار میارن، ولی متاسفانه به خاطر نبود امکانات و کمبود بودجه نمیتونن مسابقات خارجی برگزار بکنن و یا مسابقاتی که برگزار میشه در کشورهای خارجی و ممالک خارج اونجا برن به خاطر رزمیدن و قهرمانی آوردن. امیدواریم که نهادهای زیربط در زمینه توجه جدی بکنن در قسمت ورزش افغانستان و قهرمانان واقعی ما. روی میز یک مدال خیلی زیبا هم است دوستان عزیز و سنگین هم است، میخوایم بر شما دوستان عزیز نشان بدم شما ببینین و بعد از آقای یوسفی بپرسم که دقیقا این مدال چه زمانی به دست آوردن و نتیجه کدام زحماتشان است. سلامت باشین. این کپ است، این کپا را که ما مسابقه میتیم، از این کپا هم از جا داشتم، چون اینجا ناوردم برای خودتان. بله این کپا از چی است؟ از شورای کودامن است، بسیار خوب، زون شمال شورای کودامن، چون امی سالش دقیق یادم نیست،
بله مسابقات پروفشنال بوده، ما مسابقات چون دوره‌ای یا تک فایت انجام میدیم، این از شورای کودامن است. بله بله، و از بسیار دیگر خوب. جای شما زیادتر کپا است، چون یا کپ میمانند یا کمربند یا مدال. بله بله دقیقا. و کپ های قهرمانی و مدال ها و تحسین نامه های آقای یوسفی زیاد هست، ولی چون میز ما کوچک بود ما همه را نتانستیم جا بدیم. به هر حال به عنوان نمونه و مثال بر شما عزیزانمون داریم اما قدر که نشان بدیم و شما ببینین. و یک تحسین نامه هم است که اینجا حائز مقام اول شدن آقای یوسفی، شما ببینین دوستان عزیز. به همین ترتیب تحسین نامه های دیگر هم از روی میز که فرصت کنیم بر شما عزیزان نشان بدیم. این تحسین نامه را از کجا و چه زمان به دست آوردین؟ این تحسین نامه از مربوط کمربند میشه که امون جا نوشته است. بله بله. جام تحت گل سرخ بله. در ولایت بلخ مزار شریف بله. برگزار شده بود، مربوط کمربند است که یک فایتر میتونه امرای کمربندش یا امی حکم قهرمانی شما بعد از بیاره. بله بسیار یک عالی، جای باشه. بسیار خوب. شما وقت مسابقه میکنین میرین به میدان نبرد، کسی که حریف شما است هم سن و هم وزن شما میباشه همیشه یا بله، فرق میکنه؟ بله، چون وزن همیشه وزن میباشه. اگر در مسابقات تیم فدراسیون ملی المپیک چون وزنا مشخص است، بله وزنا شروع میشه از ابتدا که 48 کیلوست، بله. میتونه که یک فایتر در ابتدا از 48 کیلو، چون وزنو استاندارد است، اگر 48 کیلو تو 46 کیلو می باشی 45 کیلو، بعد 48 کیلو امروی 48 کیلو فایت کنی، 2 کیلو تفاوت میکنه همیشه. بله. 1 کیلو 2 کیلو باز مسابقات پروفشنال کوشش میشه خارج از فدراسیون که 500 گرام 1000 گرام پایین بالا باشه. و مسئله سن و سال هم است، چون 3 سال 4 سال 2 سال همیشه تفاوت های خود می داشته باشه. بسیار عالی، بسیار خوب. کدام خاطره جالب از جریان مسابقات تان یا در مدت زمانی که شما ورزش میکنین به خاطرتان هست؟ مثلا خوب قصدی و گفتی بوده باشین بالا یک حریفتان، بله بله، به اصطلاح هم دلتان یخ کرده باشین همیشه سرش. ورزشکار خاطرات جالب همیشه از دفعیت هایش هست، چون ما در ابتدا که مسابقاتم بود منتخب بودیم. بله. در منتخب ما 6 تا بودیم، حریفم یک 2 فایت کرده بود، حریف هایش شکست داده بود، پیشوری ما شده بود، امروی دوستایی صحبت میکرد که ما اینمی حریفم که داخل شوه انشالله شکستش میتم. بله شما را هم میگفتن. بله ما هم نمیفهمیدم حریف ما است بوام. و وقتی که نامای ما را خان یوم با آمده گیره ما گرمگاری کردیم، گفتیم تو هستی؟ گفتا چون سند سال شام خوب بود، ما اون وقت در 65 کیلو فاید میکردم، مال 63 کیلو بله. و فعلا هم 65-68 کیلو فاید میکنم. بله. چون وقتی که داخل شدیم ما بسیار هیجان بودم. اما راوند اول که شروع شد دیگه شروع کردم، هیچ مجال ندادم شد. بله باز اینجا که آمدین که والا بیشکت هستن برای من بسیار جالب بود. بسیار خوب، بسیار علی، موفق باشین همیشه. با شما برمیگردیم هموطنان عزیزمون. بیننده خوب برنامه آقای یوسفی در استودیو کنار ما هستن، صحبت های ما ادامه داره. استراحت کوتاه داریم، همراهی من بکنین. برگشتیم دوستان عزیز. شما بیننده برنامه بستان عافیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تی وی چراغ هستین و فراموش نکنین که تکرار برنامه ما هر شب از ساعت 9 الی 10:30 پخش میشه. شما دوستان عزیز ما که در جریان روز فرصت ندارین و نمیتونین برنامه را بیننده باشین، شب که فرصت کردین حتما به تماشا بنشینین و برنامه ما را ببینین. و همچنان کانال یوتیوب تلویزیون تبی چراغ را میتونین با نام چراغ میدیکل تیوی دنبال بکنین. آنجا بهترین برنامه های علمی و تبی ما را بیننده باشین. و صفحه چراغ میدیکل تیوی را در فیسبوک لایک بکنین. در فیسبوک همچنان میتونین بهترین برنامه های ما را بیننده باشین. در بخش اول برنامه هستیم آقای نظیر احمد یوسفی، قهرمان ورزش کیک بوکس در استودیو کنار ما هستن و صحبت های ما با ایشان ادامه داره. از شما هم دعوت میکنیم که تا
تا پایان این بخش با ما باشین. خب آقای یوسفی، یک ورزشکاری که ورزش کیک بوکس پیش میبره از کدام مواد غذایی استفاده میکنه؟ هر مواد غذایی که پیش آمد و خوش آمد نوش جان میکنه یا رژیم غذایی مناسب و مشخص دارن؟ سلامت باشین. یک ورزشکار باید همیشه متوجه وزن خود باشه. بله. در وزنی که فایت میکنه باید حداقل، چون ما اگه سلاح داریم میگن اگر یک ورزشکار سنگ چوب هم پیش آمد باید بخوره، اما تمریناتش ادامه بده. بله. و متوجه وزنش باشه، چیزایی که برایش پروتین میده، برنج و کچالو استفاده بکنه، طور نمیشه که پریز بکنه. بله. اما همیشه متوجه وزنش باشه. اگر وزنش هم 1 کیلو 2 کیلو الی 3 کیلو بالا می باشه، از مسابقات خود آگاه میشه، میتونه که در جریان 1 ماه یا بیشتر یا کمتر قرنطین بسازه خوده، با مرور زمان وزنش پایین بیاره. بله. چیزایی که باید انرژی به تیش بگیره، نباید تو رو بسازه که خدا یک دم از خوراک نوشاک بند کنه، فشار پایین بره، باز فایت کرده نتانه. بله. مشکلات دیگر بله. ایجاد با ترتیب بکنه. هر کار ورزش کس هم با ترتیب میرسادم، هم با ترتیب جای خدا میتونه پایین بسازه، خوبی خدا داره. بسیار عالی، بسیار خوب. در باشگاهی که شما ورزش میکنین، امکانات ورزشی، تجهیزات، وسایل تا چه حد است؟ آیا کامل است یا مشکل دارین در قسمت وسایل ورزشی؟ کمبود هست؟ بله، ای خو تنها برای ما نه، برای همه فکر کنم مردم افغانستانی مشکلات هست. بله. چون ما می کوشش ماده ای است که یک جای تمرین بکنیم، یک جایی را بگیریم برای خود که آب و هوا یا اکسیژنش بالاتر خوب باشه بتانیم. بله. اما متاسفانه که هر جایی که شما برین در کلیپ های ورزشی، یا اواکش ندارن، اواکش اگه دارن چون اواکش هایی است که بتانه کشیده، چون نمیتانه اکسیجنی که ضرورت داره اگه ورزشکار برش پز بتن. بله. اما مشکلات زیاد از واقعیت بسیار، اگر فیصدی ببینیم 2% یا 3% در سطح افغانستان و امکاناتی باشه، اما رسیدگی مشکل است که هر کس بتانه اونجا بره تمرین بکنه. بله، به امید این که یک روز این مشکلات به خیر پایان بیابه و تمام شوه. خب الگوی شما در قسمت ورزش کی بوده که ماشاءالله این همه پیش رفتین و این قهرمانی ها را از آن خود ساختین؟ وقتی کودک بودین دوست داشتین که ورزش بکنین، مثل کی میخواستین باشین؟ سلامت باشین. چون در انقلاب حکومت طالبا که ما اینجا تشریف داشتیم، چون حکومت آمد، برق آمد، همه مردم با تلویزیون و ایگپا آشنا شد، چون ما همچنان آشنا شدیم، اکثریت فیلم های رزمی میدیدم، چون ما فیلم هایی که مربوط به اونبک بود و واندم بود و فایترهای خارجی بودن اکثریت میدیدم، چون کم سیدیهایشان و ویدیوهایشان میدیدم. باز ما امو حرکات که انجام میدادن یا در میدان فوتبال انجام میدادم، چون تمرین نمیکردیم. چون 3-4 سال بعد زیاد علاقه مند شدم، باز به رشته های ورزشی آمدم و کسی از افغانستان تور نبوده که ما از او تقلید کنیم. چون حال شکر همه فایترها بهتر هستند، میتونیم که از همیشان یاد آوری کنیم. بله، دقیقا، بسیار عالی. ولی وقت آدم یک کس را الگوی خود قرار میده، واقعا میره سو پیش میره. اینجا مدال های آقای یوسفی هم است دوستان عزیز ما روی میز، به عنوان نمونه یکی دو مدال بر شما نشان میتیم، شما ببینین. چی زمان این مدال ها را به دست آوردین آقای یوسفی؟ این مدال ها خو اکثریت زیاد از چون در مسابقات یا همی مدال ها را برای ورزشکارا میتن. بله. این مدال از سال گذشته ایم است، مدال های زیادی است، هم از المپیک است، از شبکه های دیگه است، از هر اجتماعاتی که ما اونجا مسابقه دادیم مدالایش بیشتر است. بسیار عالی، بسیار خوب. و یک تقدیرنامه دیگه هم است از کمیته ملی المپیک افغانستان. شما ببینید دوستان عزیز، از آقای یوسفی است. ایره چی زمان به دست آوردین؟ این مسابقه تقریبا 4-5 ماه پیش بوده. بله. پس کاغذ پیچ است نه است. بله، کمیته ملی المپیک است. چون امی فدراسیون کیک بوکسینگ یک مشکلات خود داشت، تقریبا نتانست 4-5 سال مسابقات تیم برگزار کنه. بله. و یک دم تصمیم برای می شد که گرفتن مسابقات مورد جریان ماندن
و خواه نخواهی مردم یا آمده بودیم یا نبودیم اشتراک کردیم بله و امی تقدیرنامه مربوط کمیته المپیک میشه که بسیار اگر لطف خوب، کردن برای ما بسیار عالی، موفق باشه نمیشه. حمایت خانواده، تشویق خانواده چقدر نقش داشته در قسمت موفقیت های شما و قهرمانی های شما؟ آیا خانواده در آغاز، مخصوصا والدین، مخصوصا مادر، مخالفت نمی کردن که ورزش کانفو و کیک بوکس پیش نبر به دلیلی که ممکن ضربه وارد شه به سر صورت شما آسیب ببینین؟ بله، چون ما در ابتدا که مسابقه کانفو را شروع کردم، چون مادرم خدا غریق رحمت بگردانه و شهدار پدرم شهید شده، می آمدم در خانه، چون ما هم کار میکردیم، هم مکتب میرفتیم و هم تایم صبح تمرین میکردم، یا مادرم هم میگفتم چرب کوتی امروی تیل یا جای ما یا جای که فاید میکردیم او گار میشد، میگفت نه روی چی گپ، از باز میگفتم نمیرم. باز تقریبا 3-4 سال ما همطور تا چشم مادر گفته اگام تا خدا پناه کرده تمرینات خود انجام میدادیم و همیشه مادر ممانعت میکرد، تا وقتی که مسابقات دادیم باز کم کم روحیش خوب شد و همیشه که میرفتیم میگفتیم مسابقات هست، باز دعا میداد میگفت برین. و باز بعد هم دیگه بیشتر خانمم تشویق میکنه، چون اونا میگفتن که همیشه کار میشه یا ما سفر میشه جایی در هر جای میرم، بله. میگم من 15 یا 20 روز بعد مسابقه دارم، کمک میکنن، چیزایی میگم برای تو آمده میسازم، یا پروتینی باشه یا نباشه، بله. میفهم، میگه سبزی همیشه زیاد بخو که این مسابقات از باز، چون حمایت میکنه، چون همی دیگه رفتارشان نسبت به گذشته گذشته میفهمه که روحیشان ضعیف نشه، باز تغییر میتن خدا. بسیار علی، بله، چون باز علی. امی خانواده است که آدم میرسانه، چون وقعاً. دختره که من شکر همه اولادای شیرین از بدن بله. پدر و مادر، دقیقا، چون من میباشم زنگ میزنه پدر کجا هستی، میگم پدر ورز در تمرین هستم، خوب پدر آمدی از ورزش چی کردی، مرا هم ببر، باز گوگای میبرم یعنی به یک نحوه اونا هم سهم دارن و نقش دارن در قسمت پیشرفتن بله بله شما. چون اگر گوگای اومده بیرون باشم زنگ میزنن میگن پدر در کلاب هستی تمرین میکنی، چون یک روحیه میته که ما باید باشم اونجا، باید یک چیزی که اگر در یک کاری هم نبیوشی چون تشویقت میکنم، بله. باید اگر کار تا باید ایلا بکنی بری در تمرین بله. رسیدگی بکنی، با وجود که خیلی کوچک است. بله بله، آها، دقیقا، واقعا خانواده ها مخصوصا والدین نقش اساسی دارن در قسمت بزرگ شدن و پیشرفتن فرزندان. ای که ما به جایگاه و موقف میرسیم هم از زحمات و تلاش های شبانه روزی والدین ماست. خداوند سایه اونا را از سر شما کم نسازم، شما هم در حفظ پناه خداوند باشین. خیلی خوشحال شدیم که امروز تشریف آوردین در برنامه ما، در آغاز صبح برنامه ما را زیبا ساختین، بر ما هم انرژی بخشیدین، ما هم کوشش میکنیم که ورزش بکنیم، هرچند تمرینات ساده آزاد من شخصا در خانه انجام میتونم، ولی دوست دارم که رسمی آغاز بکنم ورزشم. ممنون از حضورتان. پیامی اگر دارین بر هموطنان عزیزمون، مخصوصا بر جوانان، کمره به اختیار شماست، بفرمایید. سلامت باشین، چون ورزش صحت است. مقوله ایرانی هست میگن اگر در روز 5 دقیقه شما وقت هم دارین باید ورزش کنین. 5 دقیقه حداقل از عضلات خوبرده تان رو باید زنده بسازین. بله. و بر همه ورزشکارا، بر همه دوستا که ورزش نمیکنن، ورزش بکنین. چون ورزش همیشه امسال به سال نتیجهش اگر ناوردیم بعد صد اقل نتیجه صحتی که در وجودتان از بدست میارین و از مقامات هم و دوستانی که امکانات بالا دارن همیشه دست ورزشکارا را بگیرن و بله. را مورد حمایت قرار بدن، چون همیشه بارای سنگین بالای ورزشکارا نگذارن، که چون طبقاتی که ورزش میکنه واقعیت طبقات سطح وسط هستن، سطح بالا همیشه اونها در فکر عایدات بیشتر خود هستن، چون بله. ما کوشش میکنیم همیشه خدمت به خود، خدمت به اولاد و وطن، خدمت به جامعه داشته باشیم. دقیقا، بله. سلامت باشین. ممنون از حضورتان. سلامت باشین شما. ممنون شما هموطنان عزیزمان که همراهیمان کردین. از شما دعوت میکنیم که بخشای بعدی برنامه را بیننده باشین. استراحت کوتاه داریم، برمیگردیم.